تأثیرات کمبود برق بر سایر صنایع ایران. رژیم برای جلوگیری از نارضایتی مردم که امسال در گرمای بی سابقه ای به سر میبرند و هر قطعی برق منازل میتواند مانند جرقه ای برای قیام عمومی عمل کند، به جای قطع برق مناطق مسکونی به قطع برق مراکز صنعتی و تعطیلی ادارات دولتی متوسل شده است. در حال حاضر به خاطر قطعی برق مجتمعهای صنعتی بسیاری از صنایع تعطیل شدند و در نتیجه محصولاتی که این صنایع تولید می‌کردند کمیاب و قیمت آنها به شدت افزایش یافته است. مثلا تعطیلی کارخانه‌های سیمان که خود تغذیه کننده صنعت ساخت و ساز و مسکن است باعث شده که ساخت و ساز مسکن که یکی از معضلات جدی ایران است تشدید شود. به گفته دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن، قیمت سیمان به دلیل قطعی برق در طی 3 هفته اخیر 90% افزایش یافته، ضمن اینکه این محصول در هفته اخیر در بازار نایاب شده است. به گفته رضا محتشمی پور معاون معدنی وزیر سمت، صنعت سیمان کشور نیاز به 1000 مگاوات برق دارد، اما از اول خرداد میزان برق تحویلی به این صنعت نصف شده است. فرشید پورهاجد روز سه‌شنبه 9 مرداد در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است کسری برق در روند توزیع سیمان اخلال ایجاد کرده و طی 1 هفته اخیر سیمان دیگر در بازار نیست. بر اساس اطلاعات منتشر شده در پایان سال گذشته، مجموع ظرفیت نامی نیروگاهی کشور اعم از نیروگاه‌های فسیلی و یا برقی و اتمی 92800 مگاوات بود و کسری برق در فصل تابستان به حدود 11000 مگاوات رسید. این امر موجب خسارت و زیان 8 میلیارد دلاری به صنایع ایران شد. امسال با افزایش مصرف برق این کسری تولید به 17000 مگاوات رسیده که در نتیجه دولت مجبور شده علاوه بر قطع برق صنایع و کاهش ساعات کار ادارات و بانک‌ها، برق برخی دیگر از مراکز حیاتی کشور مانند کارخانه‌های داروسازی و حتی بیمارستان‌ها را قطع کند. به طور مثال چند روز پیش برق چند بیمارستان مانند بیمارستان پیروز لاهیجان قطع شد که این مسئله موجب بدحالی برخی از بیماران دیالیزی گردید. البته مشکل صنایع ایران فقط به کمبود برق در فصل گرما و تابستان ختم نمی شود، بلکه همین مشکلات در زمستان با کمبود گاز و قطع سوخت صنایع و مراکز صنعتی تکرار می شود و نیروگاه ها و صنایع مجبور می شوند به جای گاز از سوخت بسیار آلاینده مازوت استفاده کنند که این امر خود موجب آلودگی هوا و بیماری های مرتبط با آن می شود. به گفته حسن علی تقی‌زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای برق، برای جبران کسری برق باید در عرض 5 سال آینده سالانه 7000 مگاوات نیروگاه جدید ساخته شود و برای این کار بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه نیاز است. اما برای تأمین چنین بودجه‌ای لازم است که رژیم از بودجه پروژه‌های مخفیانه اتمی و موشکی و همچنین حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه دست بردارد. اما از آنجا که ادامه حیات رژیم به همین پروژه‌ها گره خورده است، در نتیجه نباید انتظار بهبود وضعیت برق و یا سایر معضلات کشور را در دوره ریاست جمهوری پزشکیان هم داشت.